سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ، در خدمت شما هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز میخوام نحوه رسوب‌زدایی این مدل از اسپرسو سازها یا قهوه سازها رو بهتون توضیح بدم. روش کار توی مدل هایی که فیسشون به این صورت هستش یکیه، خیلی راحت میتونید به همین روشی که خدمتتون توضیح میدم رسوب‌زدایی رو انجام بدید. قبل از شروع رسوب‌زدایی بهتره که اول محلول مناسب دستگاه رو تهیه بکنید. محلول‌های متنوعی میتونید توی بازار هست تهیه بکنید. توی سایتمون هم ده ها مدل مختلف، نمونه مختلف جرمگیر هست. با توجه به هزینه که در نظر گرفتین یا سلیقه‌تون میتونید اینا رو انتخاب بکنید. تمام محصولاتی که تو سایت هست یا تو ویدیوها براتون معرفی میکنیم توی کارگاه قبلا تست شده و بیش از یک یا دو سال حداقل چندین سال ازش استفاده شده و از نظر کارایی و کیفیت قابل اطمینان هست و با خیال راحت میتونید استفاده بکنید. محلول پیشنهادی ما برای این دستگاه محلول یونیورسال هستش. برای 5 بار هر بار 1/5 رو میتونید برای جرمگیری استفاده بکنید. برای شروع جرمگیری مخزن رو بیارید بیرون، به این صورت چک بکنید. این محلول باید هر شات یا هر قسمتش با حدود 700 میل تا 1 لیتر رقیق بشه. مخزنتون رو چک بکنید، تقریبا 1/3 اگر داخلش آب باشه کافیه. 1/5 از این محلول رو من بهش اضافه میکنم، تقریبا میشه تا این خط. به این صورت محلول رو بهش اضافه میکنم و تانکر رو سر جای خودش قرار میدیم. خب توی این مرحله دقت داشته باشید که جرمگیری دو مرحله هستش. مرحله اول جرمگیری با خود محلول شوینده هست، مرحله دوم آبکشی هستش. مرحله اول رو باید شما طوری برنامه‌ریزی بکنید که طی 30 تا 40 دقیقه محلول از دستگاه عبور بکنه و به آرامی این کار رو انجام بدید تا محلول فرصت بکنه رسوبات داخل بویلر رو کاملا حل بکنه. قبلا بررسی تخصصی و فنی این مدل رو براتون توضیح دادم. همونطور که میبینید داخلش بویلر و اتصالات مختلفی هست، بردش هم دقیقا کنار بویلره. معمولا رسوب توی این بخش توی بویلر جمع میشه. تو استفاده های بعدی ممکنه 1 ماه 2 ماه 1 سال بعد اون رسوبات کنده میشه و میاد توی گره ها و مسیرها داخل شیلنگ، مسیر رو مسدود میکنه و کم کم احساس میکنید کیفیت اصارگیری کاهش پیدا کرده یا کلن اصلا مسیر مسدود میشه، از هیچ طرفی خروجی نداشته، ممکنه خروجی نداشته باشیم که دلیلش همین رسوبات هست. به خاطر همین رسوبای دوره‌ای رو اگر رعایت بکنید به همچین مشکلاتی برخورد نمیکنید. خب من میام شروع میکنم. این مدل همونطور که میبینید استارت خودکار نداره، یعنی من اگه این شیرو باز بکنم پمپ تو مدار نمیاد، صدای پمپ رو نمیشنوین. مدل هایی که به این صورت هسته شما باید دکمه تکاب دوکاب یا دکمه دست رو فشار بدین تا صدای پمپ رو بشنوین و پمپ بیاد اصطلاحا تو مدار و آبگیری انجام بشه. حدود 4-5 ثانیه ازش آب میگیریم و استوب شیر رو میبندیم. 4-5 دقیقه مکس میکنیم. این بار از این سمت آبگیری میکنیم. به همین ترتیب چند دقیقه مکس از این طرف، چند دقیقه مکس از این طرف. به همین صورت آروم آروم ادامه بدیم تا محلولمون تموم بشه و جرمگیری انجام بشه. چراغ که ثابت شد شیر کاملا بسته است. حالا دکمه مثلا تکشارتون فشار میدم. این بار از این سمت آبگیری انجام میشه تا سمت شاور هم رسوب زداییش انجام میشه. این طرف هم به همین صورت 4-5 ثانیه ازش آب میگیریم تا رسوبات خارج میشه. استوب دوباره چند دقیقه مکس، باز از این سمت. به همین ترتیب ادامه میدیم تا محلولمون تموم بشه. محلول که تموم شد مخزن رو میاریم بیرون، میشورین با آب تمیز تا ماکسیموم پر میکنیم. یک بار هم آبکشی رو انجام میدیم. آبکشی هم باز مثل همین، از سمت آب جوش 1 لیوان، از سمت
هد گروپ هم نصف لیوان آروم آروم از دو طرف آبگیری میکنیم. دیگه نیاز نیست 30-40 دقیقه براش وقت بذاریم، پشت سر هم میتونید طی 4-5 دقیقه تانکر رو تخلیه بکنید. لازم دونستید میتونید یه تانکر یا بیشتر از دستگاه آبگیری بکنید تا باقی مونده رسوبات و محلول از دستگاه خارج بشه و بتونید از دستگاهتون استفاده بکنید. بیشتر مدل ها جدیدشون، شما زمانی که شیر سمت راست شیر استیم وند رو باز میکنید به صورت خودکار پمپ روشن میشه، صدای پمپ رو میشنوین، آبگیری انجام میشه. اگر همچین قابلیتی دستگاهتون نداشت، باید بعد از اینکه شیر رو باز کردین یکی از دکمه های اصارگیری رو فشار بدین تا پمپ فعال بشه و آبگیری انجام بشه. اگر هم داشت که نیازی نیست، فقط کافی شیر رو به مدت 4-5 ثانیه باز بکنید تا آبگیری انجام بشه. به همین صورت هر دو ماه سه ماه یک بار جلوی رو انجام بدید تا رسوبات توی این بخش تلمبار نشه. توصیه ما اینه که اگر از آب شهری استفاده میکنید حتما دو یا سه ماه یک بار رسوب زدایی رو انجام بدید. اگه مصرف قهوهتون از 10 تا بیشتر در روز، 150 یا 200 تا قهوه که از دستگاه گرفتین، رسوب زدایی رو انجام بدید که دستگاهتون به مشکل نخوره. تو اینجور مدل ها معمولا پمپ پرقدرت هست و اگر مسیرهای خروجی کیپ بشه ممکنه به دستگاه فشار بیاد و یکی از این اتصالات نشتی بکنه و آب روی برد بپاشه و ایرادهای زنجیره‌ای که بعضن حتی مغروم به صرفه نیست که دستگاهتون رو تعمیر بکنید. یه همچین ایرادهایی با نگهداری دوره‌ای، سرویس‌های دوره‌ای کاملا حل میشه. خب اگه در اتو تهیه معلولای مناسب جرمگیری یا انجام جرمگیری براتون سوالی پیش اومد یا حتی دستگاهتون ایراد فنی داشت و حتی دستگاهتون عملکردش مشکوک بود، نشتی آب داشت از طرفین، فشار پمپ کم شده بود، به هر دلیلی احساس کردین عملکردش غیر عادی هستش، دستگاه رو از برق بکشین و حتما از طریق تماس تلفنی، از طریق کامنت یا واتساپ با ما تماس بگیرین تا راهنماییتون بکنیم که حالا اگر ایراد جزئی هستش که رفع بکنید، ایرادها بدتر هم نشه. ممنون که با ما همراه بودید.